ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگا از اربیل همراه ما هستند. خانم مستجر، در روزهای گذشته ما شاهد اتحاد و همبستگی مردم در شهرهای مختلف بودیم در حمایت از مردم کردستان. مردم به خیابان اومدن، اعتراض کردند و حالا هم دانشجویان دانشگاه‌های تهران فراخوان دادن در حمایت از مردم کردستان. شما این حمایت رو چطور می‌بینید؟ در تداوم اعتراضات چقدر می‌تونه مؤثر باشه؟ بله دقیقاً، تمام هر حرکت کوچک و بزرگ انقلابی که در سراسر ایران در حمایت از هر نقطه دیگری در این سرزمین شکل بگیره، تأثیر بسیار بسزایی در تداوم و روند این انقلاب خواهد داشت و دقیقاً جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو خواهد کرد که این حرکت‌های کوچک و بزرگ رو مانع بشه تا این همبستگی و این تداوم انقلابی، این خیزش سراسری شکل نگیره. ما در سازمان هنگا طی چند روز گذشته واقعاً پیام‌های بسیار زیادی از سراسر ایران و از خارج ایران دریافت کردیم که شهروندان در جای جای ایران تلاش کردن خودشون رو به شهرهای میشه گفت جنگ زده در کردستان برسونن، دارو بردن، اقلام پزشکی بردن، برای خون انتقال خون به اونجا مراجعه کردن، از هر راهی تلاش کردن که حامی شهرهای کردستان باشن و ما واقعا میتونیم این شهادت رو بدیم. همینطور که در ویدیو هم مشخص بود که در بعضی از شهرهای ایران در حمایت از کردستان شهروندان به بیرون اومدن. الان دیگه میتونیم بگیم همبستگی و انقلابی که الان در جریان هست دیگه طی سالهای گذشته واقعا این صحنه رو نمیدیدیم. ما در سال 57 فتوای جهاد خمینی رو داشتیم در کردستان، دیدیم، شاهد بودیم، مستند هست که در بسیاری از شهرهای ایران داوطلبانه برای سرکوب در پی این فتوای جهاد رفتن شهروندان. اما الان دیگه این نیست، الان دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه شهروندان رو از جای جای ایران برای سرکوب کردستان ببره و شهروندان رو در اونجا قتل عام بکنه، بلکه میبینیم شهروندان از بیراهه ها حتی خودشون رو برای کمک رسانی به شهر جوانرود رسوندن. جمهوری اسلامی شکست واضحی رو در این انقلاب خورده، با شکست واضحی مواجه شده و دیگه نمیتونه اون همبستگی که الان وجود داره رو خدشه‌دار بکنه با تمام تلاشی که شهروندان در دانشگاه ها، در اعتصاب ها، در انقلاب ها، در کف خیابون که در شهرهای مختلف الان میبینیم، همونطور که مشخصه در ویدیوها هم چشم و چراغ کردستان. اما خب انتظارها میشه گفت بیشتر از این هستش. ما باید توجه داشته باشیم که این کشتاری که در کردستان به راه افتاده باید متوقف بشه. اون هم درخواست شهروندان در کردستان، چه سیاسیون، چه شهروندان مدنی، چه اونهایی که الان در کف خیابون هستن، چه خانواده های قربانیان که متاسفانه کشته شدن فرزندانشون، درخواستشون این هست که این فشاری که در کردستان داره تحمیل میشه به کاهش پیدا کنه. اون هم تنها باید این انقلاب، این حرکت‌های انقلابی به سرعت به شهرهای دیگه سرایت بکنه و به کف خیابون بیان شهروندان. پیرو همین موضوع، اتحادیه تشکل‌های کامیونداران هم در حمایت از معترضان و مردم کردستان فراخوان اعتصاب دادن. این رو چطور می‌بینید؟ چقدر می‌تونه کمک بکنه؟ چه عواقبی می‌تونه داشته باشه؟ بله می‌دونیم دیگه واقعا کردستان انقدر اعتصاب کرده سه ماه گذشته، واقعا جونی براش نمونده در اعتصاب. خب اکثر مغازه‌دارها فشارهای زیادی را تحمل کردن، چک دارن، اجاره مغازه دارن، هرچند در کردستان الان وضعیتی به راه افتاده که صاحب مغازه ها اجاره نمیگیرن به خاطر اینکه به مغازه‌داران فشار کمتری وارد بشه. اما خب واقعا این زیباست که اقشار مختلف جامعه دارن کم کم به این اعتصاب میپیوندن و درک میکنن که چقدر این اعتصاب سراسری میتونه بر فلج کردن بنیادهای جمهوری اسلامی، اعم از خشک کردن ریشه های اقتصادی جمهوری اسلامی، اعم از خشک کردن ریشه های سرکوب در سراسر ایران میتونه تاثیرگذار باشه و میبینیم که تقریبا میشه گفت در بعضی از شهرهای ایران این اعتصاب داره صورت میگیره و
باید شهرهای بزرگ، شهرهایی که قطب اقتصادی ایران هستند، به این اعتصابات سراسری بپیوندن تا هرچه زودتر این انقلاب به نقطه قوت خودش برسه و نتیجه مثبتی داشته باشه و همینطور هم مانع بشه از فشارهای زیادی که بر یک نقطه خاص علل خصوص به شهرهای کردستان میاد.